انجام داده باشید رو مطالبی که گفتیم و تعاریفش مسلط شده باشید در ادامه قرار شد که یه سری تمرین بهتر حل کنیم که شما البته در این کار مشارکت خواهید کرد قبل از اینکه من هر کدوم اینا رو جواب بدم خودتون حدس خودتون رو بیان بفرمایید اولین سوال رو ببینیم خب حالا در ادامه برای تسلط بیشتر یه سری سوالای دیگه دارم مطرح می‌کنم که اینا خیلی خیلی بهش توجه داشته باشین که نشون میده که در واقع مثلا مجموعه اعداد گویا رو ما متناهی حساب میکنیم یا غیر متناهی و زیر مجموعه هاش رو چطور خوب دقت کنید اینجا به بعد سوال جالب تری باهاش آشنا میشیم تعداد اعضای هر کدوم رو مشخص کنید اینجا که من میگم تعدادش رو مشخص کنید نه که بگو چند تا داره شاید مثلا باید بگی بی تا عوض داره توجه به این داشته باشیم مجموعه اعداد گویای بین صفر و یک یعنی از صفر بیشتر از یک کمتر خب یه چند تا مثال بزن میتونی عدد گویای بین 0 و 1 برام بگی خب طبیعتا یه عدد بیاد عدد گویا اون عددی بودن که فرم کسری میتونستن داشته باشن کسری که صورت مخرج صحیح باشه و الاخر. میتونست مثبت یا منفی یا حتی صحیح هم باشه n زی مجموعه دبلیو بود بعد Z بود بعد Z هم تازه زی مجموعه کیو بود یعنی همه اون مجموعه اولی ها هم میتونیم مثال بزنیم اما اینجا یه محدودت بین صفر و داریم خب یکی شاید یه دوم باشه اون یکی میتونه یه سوم باشه قبول داری که میانگین هر دو تا عددی یه عدد بین اون دو تا عدد میده یعنی مثلا هر دو تا عدد با هم جمع کنیم یه عدد اینجا باشه یه عدد اینجا باشه جمعشون طبیعتاً یه عددی میشه وقتی تقسیم بر میشه میشه دقیقاً عدد وسطی من میخوام بگم که اگه یه دوم و یه سوم دو تا عدد گویا باشن به نظر تو میانگینشون هم جزء عدد گویا هست یا یعنی نه خب طبیعتاً اول یه عدد گویا رو بالا یه عدد گویا کنیم یعنی یک کس رو بالا یه کس کردیم طبیعتا میشه یه کس تقسیم بر دو هم کنیم باز میشه یک یعنی در گویا بودنش که بحثی نیست حالا قبول داری که این عدده هم مطمئنا بین صفر و یک خب هست دیگه چون نگاه کن خود یک دوم هست یه سوم هست خب عددی که بین این دوتا باشم طبیعتا بین صفر و یک هم میشه دیگه پس من یه عدد گویای جدید تونستم پیدا کنم که اونم هایی که من توی مجموعه عدد بین صفر و یک میخواستم که گویا باشن رو داره خب به نظر تو چند تا عضو میشه براش پیدا کرد خب احتمالا متوجه منظورم شدی تو هر دو تا عدد گویایی رو با هم جمع کنی تقسیم بر دو کنی یه عدد گویای بین اون دوتا پیدا میکنی من میگم یک دوم دو اینجا یه سوم اینجا خب میانگینش میشه یه عدد وسط حالا همون عدد وسطی هر دوباره بیا میانگینش رو با یکی از بگیم مثلا یک دوم دو به یک سوم تقسیم بر دو فرض کن میشه 5 دوازدهم مثال حالا خود 5 هم با یه دوم دو یه عددی بینشون قرار میگیره دیگه خب اونم دوباره یه عدد گویا بین 0 و میشه هر دو تا عدد بغل هم یا اینجوری با هم میانگین بگیری یه عدد جدید پیدا میشه خب این جمع کردن تقسیم بر دو کردن ها تمام میشه یعنی بالاخره میرسه به حالتی که نتونیم دو تا عدد با هم جمع کنیم تقسیم بر دو کنیم طبیعتا نه دیگه تو هر دو تا عددی که به دست میاد میتونی با هم جمع کنی تقسیم بر دو کنی یه عدد وسط پیدا میشه پس تا چند تا عدد میتونی پیدا کنیم خب معلومه تعدادی نمیشه براش مشخص کرد تعدادش بیشماره چون هر دو تا عددی این ویژگی رو میتونه داشته باشه پس یادت باشه زیر مجموعه های کوچیک حتی مجموعه عدد گویا خود مجموعه عدد گویا که خب بی شما داره ولی تو حتی یه بازه کوچولو از یه دوم تا یه سومش هم بگیری باز بیشمار تا توش عدد گویا میتونی پیدا کنی پس تمام یعنی این با این مثال میخواستم میگم که تمام زیر مجموعه های حالا اقلا مثل حالتی مثل بین سفر و یک بین یک دوم و یک سوم بین دو عدد خیلی کوچولوی متمایز تو عدد گویا توش بی شمار تا عدد گویا میتونی پیدا کنی پس بنابراین یک مجموعه نامتناهی. این همین داستان برای عدد گونگ بین هر دو عددی حالا من اینجا گفتم صفر و یک نه حالا حتما صفر و یک هر دو تعدادی عددی که دوست داشتی میتونی باش این کارو بکنی خب دو تا عددی گونگ بگو بین صفر و یک خب تو اگه یه گونگ به من بگی مثلا مثل رادیکال دو خب رادیکال دو میشه یک و خورده ای خب خیلی خوب نیست میگیم ابن حالا این رادیکال دو رو تقسیمش 100 کن و به اندازه کافی کوچولو میشه که بین 0 و ایک باشه پس نگران نباش که اگه یه ضرب بزنید نمیرسه هر عددی یا رادیکال دو خودش نبود رادیکال دو دوم که هست عدد پی رو مثلا میدونیم یه عدد گنگه بدونید حالا میدونیم که اثبات که نکردیم ولی بدونید که عدد پی یه عدد گنگه عدد گویا نیست های اعشارش تموم نمیشه هیچ گردشی هیچ تناوبی هم در کار نیست حالا با این واژه ها بعدا آشنا میشید مهم نیست ولی به حال پی عدد گنگه خب خودش سه و خورده ای بین صفر و یک نیست چیکار کنم بیفته بین صفر و یک تقسیم یه عدد گندش کن مثلا حالا چهار خیلی گنده نیست ولی به اندازه کافی است پی چهار یعنی سه و خورده و تقسیم بر کنی به حال بین صفر و یک میشه پس من دو تا عدد گنگ پیدا کردم با همون روشی که بهت گفتم دوباره میتونی عدد گنگای دیگه پیدا کنی چجوری هر دو تا عدد یا دوستشی با هم جمع کن تقسیم بر دو کن میشه عددی بین اون دو تا خوشبختانه این دو تا که من دارم قرینه هم هم نیستن یعنی وقتی با هم جمع میکنیم با هم نمیرن یعنی دو تا عددی گنگ دیگه میشن ساده شده این در کار نیست تقسیم بر دو هم میشه هم دوباره گنگ هم یه عددی بین این دوتا دوباره خب تا کی میتونم این کار ادامه بدم تا هر چقدر که دلم بخواد میتونم ادامه بدم و این ادامه دادن تا ابد میتونه ادامه پیدا کنه یعنی شما میتونی هر دو تا عددی که پیدا کردی با هم جمع کنی تقسیم بر دو کنی یه عددی گنگ دیگه که بین 0 و باشه پیدا کنی پس مجموع عددی که اینجا مشخص کردیم چند تا عوض داره؟ اینم بی شمار تا عوض داره پس یادمون بمونه که بین هر دو تا عدد گویایی و بین هر دو عدد گنگی در حالت کلی بگم بین هر دو عدد متمایزی بین هر دو عدد غیر یکسانی بی شمار تا عدد گویا داریم بی شمار تا عدد گنگ داریم پس طبیعتا بی شمار تا عدد حقیقی داریم چون اینا به حال حقیقی هم هستن پس هر بازه‌ای که از آتابه باشه که حالا آبه این هم نباشن بی شمار عدد گویا داره بی شمار عدد گنگ داره و طبیعتا بی شمار عدد حقیقی داره پس در واقع مجموعه های نامتناهی هستند. خب مجموعه افراد با جرم بیشتر از یک تن حالا فرض کنید تو افرادی که همین الان در زندگی میکنن توی کره زمین من کسی نشینم همچین وزنی داشته باشه شاید مثلا 500 کیلو 600 کیلو شنیده باشیم ولی به حال با جرم بیشتر از یک تن نداریم پس این مجموعه اعضاش میشه چی؟ خب یه مجموعه توهی داریم یه مجموعه خالی توهی یعنی خالی حالا مجموعه خالی رو ما متناهی حساب کنیم یا نامتناهی تعداد اعضاش چند تاست هیچ تا سفتا هیچ جز نداره خب اینو ما متنایی حساب میکنیم یا نامتنایی طبیعتا متنای حساب میکنیم یادتون باشه که مجموعه میتونه تعداد اعضاش از صرف شروع بشه تعداد دیگه صرف یک دو سه چار پنج شیش همینطور الاخر تعداد اعضاش ادامه پیدا کنی عدد های بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه حالا اگه تعداد اعضای آ یه عدد مشخص این یک دو سه چار بهش عدد حسابی دیگه یه عدد مشخص حسابی باشه طبیعتا اون مجموعه رو بهش میگن متناهی یعنی دارای انتها یعنی با پایان و در غیر این صورت یعنی حالتی که بیشمار تا بشه براش مثلا از در نظر گرفت بهش میگن مجموعه نامتناهی یعنی بدون انتها یا بیکران حالا بدون انتها منظورم از نظر تعداده حالا آغاز و پایان منظورم نیست یعنی حالا بدون ابتدا بدون انتها منظورم اون نبود تعداد اعضاش به حال اگر بیشمار باشه یا همچه حالتی اگه بخوایم بگیم بیشمار عوض داشته باشه بهش میگه مجموعه نامتناهی خب بین دو عدد منفی رادیکال 20 و هزار میخوایم ببینیم که آیا میتونیم یه عدد طبیعی مشخص کنیم تا از روش بفهمیم که مجموعه عدد طبیعی بین منفی رادیکال 20 و هزار مجموعه متناهی حساب میشه یا نامتناهی حساب میشه طبیعتا رادیکال 20 که خب یه عدد منفی با منفی پشتش تو عدد طبیعی ما با عدد منفی کار نداریم تازه از یک شروع میشه تا هزار هم داره ادامه پیدا میکنه خب این مجموعه مثل هفتاد یک یک پنجا شست ولی ته داره نهایتش یه نهایت نهایت, نهایت نهایت نهایتش میشه 999 به حال تعداد اعضاش مشخصه و ما با یک مجموعه متناهی سر کار داریم میگه حالا اعداد صحیح خب اگه من بخوام همه اعداد صحیحی که بین منفی رادیکال 20 و هزار هست رو مشخص کنم طبیعتا حالا اینجا یه سری مجموعه اعداد منفی هم بهش یه تعدادی عدد منفی هم به این مجموعه همون اضافه میشه مثلا رادیکال 20 میشه 4 خورده ای با منفی پوشش میشه منه 4 خورده ای. حالا من 4 داریم منه 3 داریم من 2 داریم خب کلی اعداد دیگه هم داریم ولی تایه تایش ما تا 999 بالاتر نداریم پس بازم یه مجموعه متنایی داریم حالا به نظر تو اگه میگم مجموع عددی گویای بین این دوتا خب دیگه میتونی با خیلی راحت بگی نامتناییه بگی گنگ بین این دوتا باز به همین ترتیب میتونی بگی که یه مجموعه نامتناییه پس مجموع عددی گویاش مثل, مثل سه نیم دوازده که اینا دوتا از عدد گویا باشن بعد یاد گرفتیم که هر دو تا عدد گویا رو با هم جمع کنیم یه عدد گویای دیگه بین اون دو تا عدد میده و این کار میشه تا ابد ادامه داد و بنابراین یک مجموعه بی پایان رو برای ما مشخص میکنه به همین ترتیب برای مجموع عدد گنگ هم که مفصل براتون توضیح دارم مثلا عدد پی رادیکال 39 اینا اعداد گنگی تو اون بازه هستن هر دو تا عدد گنگی که پیدا کردی و جمع کنی تقسیم بر یه عدد گنگ بین اون دوتا هم بهت میده اگه به این شکل مثبت باشه با هم ساده نشن طبیعتا بیشمار شمار تا عدد گنگ هم توی اون مجموعه وجود داره اعداد حقیقی خب وقتی این همه گویا دارم بی شمار گویا دارم بی شمار گنگ دارم قاعدتاً بی شمار هم عدد حقیقی دارم چون هر دو عدد حقیقی رو بگیرم به این ترتیب مثلا فرصا مننسه و 11 تو این مثال که با هم ساده هم نمیشن با هم جمع کام، تقسیم بر 2 میکنم یه عددی حالا اینجا مثبتی به دست میاد حالا اون عدد مثبتی با 11 دوباره یه عدد وسطی داره جواب اون دوباره با این عدد وسطی داره و این وسط پیدا کردن ها بدون انتها به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنه و بنابراین بی شمار عض براش مشخص میشه اعدادی که مربعشون تو همون مجموعه رادیکال 20 منفی رادیکال 20 و هزار منظوره مربعشون بیشتر از 10 به توان 7 باشه طبیعتا باز همچی عددی پیدا نمیشه چون خیلی بخواد زیاد باشه دیگه هزار به توان دو خودش میشه یک میلیون این 10 به توان 7 خیلی بیشتر از زوره در واقع اعداد ماست همچی عضوی توی اون مجموعه وجود نداره پس در واقع ایکس ما میشه عضو توهی. خود اون مجموعه میشه توهی، هیچ عضو نداره هیچ خودش جز عدد حسابی تعداد یه عدد حسابی شد بنابراین یه مجموعه با پایانه شمارنده های عدد 17 یعنی عددی که به 17 بخش وزیر باشن دیگه به همین ترتیب 17, 34 بالاخره یه تایی داره آخرین عددی که میخوره 986 پس این مجموعه هم باز یه مجموعه با پایانه خب حالا یه سری سوال خیلی خوب داریم اینا رو اگه خوب یاد بگیرین دیگه تقریبا میتونیم بگیم که بحث رو تونستیم جمعش کنیم متناهی یا نامتناهی بودن رو تو هر کدوم مشخص کنی اینجا من مجموعه آبه رو نگفتم چیه ولی تو باید بتونی همه حالت رو در نظر بگیری و درست جواب بدی میگه میدونیم B مجموعه متناهیه یعنی تعداد اعضای مشخصی داره آ زی مجموعه بیه حالا در مورد آ داره سوال میکنه میگه به نظر تو آ چند تا عضو داره بی تا داره؟ تعداد مشخص عضو یا میتونه باشه به نظر شما چی داستان؟ اگه اون مجموعه بزرگه تعداد اعضاش مشخص باشه توی اون مجموعه بزرگه یه مجموعه دیگه من جا بدم میشه تعداد اعضای این توی بیشمار باشه؟ خب معلومه که نمیشه درست میگی چون تعداد اعضای اون تویه مطمئنا کوچکتر یا مساوی تعداد اعضای بزرگ است راست این مساوی واسه چیه واسه این که تو زیر مجموعه بودن یادت میاد که میتونی بگی که هر مجموعه زیر مجموعه خودش هم هست یعنی من وقتی میگم یه مجموعه توی یه مجموعه دیگه است نه که حتما این تو یعنی کوچکتر میتونه مساویش باشه یا میتونه داخل باشه به هر ترتیب وقتی یه مجموعه زی مجموعه یه مجموعه دیگه باشه هر چی از این داره توی اون دیده میشه پس بنابراین تعداد اعضای مجموعه اولی یا نهایتاً مساوی مجموعه دومیه یا به معمولتر کوچکتره پس من میتونم میگم تعداد اعضای مجموعه اول کوچکتر یا مساوی تعداد اعضای دومیه خب وقتی بی که گنده تر از متناهیه یعنی این تعداد یه عدد مشخصیه مثلا چرا 100 میلیارده بالاخره یه عدد مشخصیه چون تعداد اعضای این که یه عدد حسابیه کوچکتر از اونه پس بالاخره اینم تعدادش باید یه عدد مشخصی باشه پس پای با مجموعه با پایان سر کار حالا فرض کن آ متناهی باشه این دفعه آ متناهیه و, و آزی مجموعه ب باشه خب بازم همون داستانه ان آ کوچکتر مساوی ان ب تعداد اعضای آ مشخصه چون آ متناهیه اگه تعداد اعضای آ کمتر از یه مجموعه دیگه باشه یعنی اونم تعداد اعضای مشخصی داره یا میتونه بی شمار داشته باشه خب من میتونم بگم میتونه بی شمار داشته باشه میتونه بیشمار تا نشه باشه فرض کن آ هفت عضو داشته باشه خب به میتونه هفت داشته باشه یعنی همون هفت تا داشته باشه میتونه به 500 تا عضو داشته باشه که این هفت توش باشن یا میتونه ب بیشمار تا داشته باشه مثلا فرض کن مجموعه داخل آکولات می نویسیم دو خب این داخل آکولات دو رو اگه اسمش رو بزنیم مجموعه آ زی مجموعه ان هست نیست هست دیگه خب ان بیشمار تا عضو داره میتونستم بگم مجموعه آ کم و آکولات یک باشه زیر مجموعه B که داخل آکولات نمیشه یک دو پس میتونه متنایی باشه میتونه نامتناهی باشه در واقع مشخص نمیشه گفت که کدومه این دفعه گفته که A مجموعه B B بی نامتناهیه در مورد B داره یه سری اطلاعات میده خب تعداد اعضای آ قرار بود از کوچک از کوچک تماسوی تعداد اعضای ب باشه اگه ب نامتناهیه یعنی ب B شمار تا عضو داره آقا یه مجموعه هست که B تا عضو داره یه مجموعه توی اونه در مورد تعداد از اون چی میتونیم بگیم میتونیم بگیم اونم بیشمارت و مارت عضو داشته باشه یا اینکه نه اون حتما با یه تعداد مشخص عضو داشته باشه خب من اگه اینجا بی نهایت بذارم آیا حتما این باید یه عدد مشخص باشه یا اینم میتونه بیشمارت و داشته باشه نظر شما چیه قاعدتا بعضیاتون درست گفتین آ میتونه متناهی یا نامتناهی باشه مثالش احتمالا تو ذهنتون اومد مثلا فرض کن n و z z چند تا عضو شما این چند تا عضو داره؟ بی شما زیر مجموعه هم هم هستن حالا مثلا فرض اینجا من میگم Z بیشمار شما عضو مجموعه آ فرض کن مجموعه تک عضوی صفر باشه داخل آکولات نمیشه صفر خب یه دونه عضو و این رابطه هم برقراره پس در مورد آ الان نمیتونم بگم که حتما متناهی بوده یا نامتناهی هر دو حالتش میتونه باشه و در مورد آخر که اینجا نوشته آ نامتناهی و آزی مجموعه ب باشه چی خب اگه آ نامتنایی باشه یعنی این مجموعه تویه خودش بیشمار تو عضو داره نمیشه یه مجموعه که بیشمار تو عضو داره بره توی یه مجموعهی که تعداد مشخص عضو داره میگم آقا این خودش بیشمار عضو داره